دو سه روز بعد از اینکه آیت الله خمینی از پاریس به تهران وارد شد و چند روز مونده به پیروزی انقلاب، در مدرسه علوی که محل اقامت ایشون بود، ما خبرنگاران رو دعوت کردند به سالن مدرسه، تالاری که در اونجا نمایشنامه، تئاتر بچه ها معمولا میکردن، سن کوچیکی داشت. و در اونجا وقتی که ما وارد شدیم دیدیم که آقای خمینی در وسط این سن نشسته، یه ذره خشمگین با اخمای تو هم رفته، ساکت کاملا و خیلی قاطع. سمت راست او یک طلبه جوانی که به صورتش مو هم نداشت نشسته است، که پیدا بود فوق العاده با اون نزدیکه، چون دائما باش در گوشی گفتگو میکرد. و سمت چپ ایشون مهندس مهدی بازرگان که از پیش شایعه این که او میخواد نخست وزیر ایران بشه یا رئیس جمهور ایران بشه بود. به این ترتیب ایران وارد یک تاریخ جدیدی شد، گرچه چند روز طول کشید تا بالاخره ارتش تسلیم شد، ولی اصل حکایت اینجا بود. به این ترتیب جامعه مطبوعات و یواش یواش جامعه تهرانی ها و اطراف تهران با یک طلبه جوونی آشنا شدن، فهمیدن که اهل رفسنجان هست، از دهی از نوق، از توابع بهرمان و نزدیک است به آیت الله خمینی. زندان بود است در دوره پادشاهی و شبیه این. اما اون چی که بیشتر از همه نشون داده شد در مناسبت‌های مختلف، از جمله موقع قتل رئیس شورای انقلاب آیت الله مطهری، او بودش که در قم در حضور آقای خمینی ایستاد و مانیفست داد و گفت که این دفعه روحانیت بر نمیگرده به خونه، میمونه، حزب درست میکنیم، مقاومت میکنیم، حکومت میسازیم. پس بنابراین اولین بار جامعه از زبان او شنید که روحانیون قرار نیست برن خونه، قرار بمونن رو صحنه. و برخلاف تصور قبلی که آیت الله خمینی میره و تو قم بقیه هم میرن خونه و سیاستمدار مملکت رو میچرخونن، این اینطور نیست. حزب ساخت، جزء بنیانگذارای حزب بود و به تدریج که در اثر ترورهای صورت گرفته، رده اول یا مثل آیت الله طالقانی فوت کردن یا مثل آیت الله مطهری و بهشتی و مفتح توی درگیری ها کشته شدن و مثل در حدود 70 تا امام جمعه که اونها هم ترور شدن، هرچه صحنه خالی تر شد اون چهره پراگماتیست در مقام رئیس مجلس بالاتر اومد، تا در پایان جنگ مشهور شد به اینکه او به عنوان فرمانده جنگ مقدمات پایان جنگ و قبول قطعنامه رو او قبول ایجاد کرده و او گردن آقای خمینی گذاشته، به صورت شایعه گفته میشه. در مقام ریاست جمهوری که در آغاز دهه جدیدی پیدا کرد، نوسازی کشور به عهده‌اش بود. همین دوران بیشتر آنچه که اتفاق افتاده بود بر گردن و مسئولیت او گذاشته شد، از اعدام‌ها تا کشمکش‌ها، جنگ داخلی و همه اینها. به هر حال او به یک نوعی و به شکلی از دیدگاه عمومی توش نقش درجه یک داشت. این شخص با این نقش درجه یک 7 سال قبل از مرگ، یعنی در خرداد 88، با یک خطبه نماز جمعه که آخرین خطبش بود، راه تازه‌ای برای خودش پیدا کرد. در حالی که قبل از اون در 2 انتخابات باخته بود، سرنوشت جدیدی پیدا کرد، تبدیل شد به معترض و سخنگوی بیان مردم. و پاداش این کارم وقتی گرفت که درگذشت و در این هنگام صدها هزار نفر او رو تشییع کردند. بیشترین شباهت رو پیدا کرده بود به صفتی که لوموند بهش داد، آسانسور، صفتی که قبلا به تنگ شیاپینگ در چین داده شده.